مرتضی دلفزرگانی. مرتضی دلفزرگانی کودک 9 ساله اهل شوشتر قربانی معصوم دیگری است که در این حکومت بچه کش کشته شد. روز 19 خرداد 1402 پدر مرتضی همراه با او برای تحویل ماشین وانت پراید تعمیری یکی از بستگان به روستای عرب حسن شوش رفتند. اما صاحب ماشین ادعا کرد که ماشین تعمیر نشده و به کلانتری گزارش نادرستی می‌دهد. پدر مرتضی بعد از فهمیدن موضوع برمیگردد، اما نرسیده به سراحیه دیلم، ماموران سرکوبگر انتظامی بدون هشدار قبلی ماشین را به رگبار می‌بندند و مرتضی 9 ساله هدف گلوله قرار گرفته و به قتل می‌رسد. فرمانده نیروی سرکوبگر انتظامی شوشتر ابتدا اعلام کرد که قاتل دستگیر شده، اما بعد اقدام مأمورانش را قانونی اعلام کرد. بله، کشتن کودک بیگناه در این حکومت کاملا قانونی است. کیان پیرفلک، سوها اعتباری و امیر علی موسی کاظمی هم توسط مأموران انتظامی همین حکومت به همین روش کشته شدند و هیچ قانونی برای بازخواست قاتلان وجود ندارد. پیکر مرتضی را با همه آرزوها و آینده‌ای بر باد رفته در حکومت کودک کش در شوشتر به خاک سپردند، اما خشم یک ایران از پرپر کردن کودکانش هرگز از یادها نخواهد رفت.